میشناسم اونا که جز اینو به شما بگم که جز به پایین تنه به چیز دیگه نمی اندیشم، هیچ چی نمی اندیشم. به خاطر میگه رو انگلیسه سفیرشون اونجا گفته بود که ده بار پخش کردم نیکسون رو که بندن برم، میگه ما با اینا میتونیم بهتر بونیم تو منطقه، با عربستان سعودی با اینا نمیتونیم، اینا خودخواهن چمیدن. گفتم برم انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس میدونستند و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی می‌کنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بی‌سواد می‌دونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. این ارزیابی انگلیسی‌ها از شخصیت شاه دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرده بود. اما ریچارد نیکسون که برخلاف انگلیسی‌ها اعتقاد داشت عربستان سعودی قادر به ایفای نقش رهبری در منطقه نیست، با برداشتن همه محدودیت‌ها برای فروش سلاح به ایران، این امکان رو به شاه داد تا نقش رهبری منطقه خلیج فارس رو به دست بیاره. در سایه دکترین نیکسون، ایران از یکی از کشورهای تحت حمایت آمریکا به یکی از متحدین این کشور تبدیل شد. حالا یادتون نره بچه‌ها، جدی دارم بهتون میگم، توی ایران اگر شما اپوزیسیون دارید نوکر اعرابه، اگر حاکم دارید نوکر اعرابه، چون اعراب کویت، بحرین، اون خورده خورده های امارات و عربستان سعودی، تازی هم اینا، این چهارتا رهبرانشون آدم ها، نه اینا پول میریزن آدم میخرن، پول خرج میکنن، پول. این حسن نصرالله رو میشنسیم؟ ها رئیس حزب‌الله چقدر تارت و پولت میکنه برای عربستان سعودی. هادی سرش رو چند سال پیش کشتن، هادی سرش رو کشتن، فوری اومد چند میلیون دلار به حسن نصرالله پول داد فوری که دنیا رو ببند. توی لبنان زدن یکی از مخالفایی که ما خیلی با حزب الله نزدیک بود، زدن کشتن 3-4 سال پیش فوری، برای که بخوابونن قضیه رو، چند میلیارد پول دادن به لبنان، به خود اون باند و گروهش و به چند میلیارد. برای که چی میخواد پول میدن، الان پول همه جایی. حالا یادتون نره بارها گفتم، شوخی نمی کنم، آخوندها رو وقتی که روحانیت رو کتابی من دارم، دینداری و خردگرایی، یکی دیگه قرآن سوریه به سبک پارسی، اینا همش در من با خدا رقصیدم آمده.